سرطان عاشق محیط اسیدیه و از کمبود اکسیژن هم خوشش میاد و همچنین عاشق شکره. وقتی اینا رو بدونیم منطقیه که بدن رو قلیایی نگه داریم. وقتی کسی برای کمک به ما مراجعه میکنه تا سرطان رو شکست بده، ما یه رژیم غذایی پیشنهاد میکنیم که خیلی قلیایی باشه. رژیم هایی برای اکسیژن رسانی به بدن معرفی میکنیم و به شدت مصرف گلوکوز و شکر رو کاهش میدیم. تو این ویدیو غذاهای ضد سرطان مخفی رو براتون معرفی میکنم، چیزهایی که شرکت‌های دارویی دوست ندارن شما بدونید. این اطلاعات بر اساس دیدگاه‌های دکتر باربارا اونیل ارائه میشه که کسیه که 30 سال در زمینه تغذیه در استرالیا تجربه داره و شهرتش جهانیه. خیلیاتون میشناسیدش. بعد از تجربه بهبودی معجزه‌آسای فرزندش از یک بیماری، باربارا زندگیش رو وقف این کرده که به دیگران کمک کنه سلامت خودشون رو به دست بگیرن. با ترکیبی از دانش پرستاری و خرد طبیعی، اون در تلاش تا حقیقت توانایی بدن برای خوددرمانی و غذاهای قدرتمندی که توی این مسیر کمک میکنن رو آشکار کنه. پس اون چیزی که از کلاس درس ایشون یاد گرفتم رو امروز خلاصه وار میگم و چیزهایی که از نظر علمی تاییدشون میکنن رو هم بهتون میگم تا شما بتونید حقایق شوکه کننده‌ای در مورد غذاهای روزمره‌ای که خاصیت ضد سرطانی دارن رو کشف کنید و از قدرت این غذاها برای بهبود سلامتیتون استفاده کنید. طبق نظر دکتر باربارا اونیل، سلول‌های سرطانی در محیط اسیدی رشد میکنن، یعنی سطح پهاش بدن نقش مهمی در رشد و پیشرفت سرطان داره. پهاش که نشون دهنده میزان اسیدی یا قلیایی بودن یه ماده است، در بازه 0 تا 14 اندازه گیری میشه. پهاش 7 خونسا هست. اما وقتی پهاش بدن زیر 7 بیاد، محیط اسیدی میشه که برای رشد و گسترش سلولهای سرطانی ایدئاله. در مقابل یه بدن قلیایی که معمولا پهاش بالای 7 داره، محیطی ایجاد میکنه که برای سلولهای سرطانی نامطلوبه و رشد و تکثیرشون رو سخت‌تر می‌کنه. محیط قلیایی از عملکرد سلولی سالم، پاسخ ایمنی و سلامت کلی بدن هم پشتیبانی می‌کنه. خب بدون معطلی بریم سراغ لیست غذاهایی که دکتر باربارا اونیل برای مقابله با سرطان پیشنهاد می‌کنه که هر کسی باید بدونه. اولین مورد در لیست دکتر اونیل غلات قلیایی هستند که شامل غذاهایی مثل ارزن، کینوا، برنج قهوه‌ای و جو دو سر میشن. این غلات قلیایی‌اند و همچنین بدون گلوتن که باعث محبوبیت زیاد اینها شده. این غلات خواص زیادی دارن که میتونه از سرطان پیشگیری کنه و سلامت کلی بدن رو تقویت کنه. به گفته دکتر اونیل، این غلات خاصیت قلیایی دارن و نگه داشتن بدن در حالت قلیایی محیطی رو ایجاد میکنه که برای سلول‌های سرطانی نامساعده. در واقع طبق تحقیقات مؤسسه تحقیقات سرطان آمریکا و بنیاد تحقیقات سرطان جهانی، مصرف حداقل 90 گرم غلات کامل در روز میتونه خطر سرطان به خصوص سرطان کلورکتال یا همون دستگاه گوارش رو کاهش بده. ولی چطور ممکنه؟ وقتی فیبر از سیستم گوارش عبور میکنه با مواد مضر مثل کارسینوژن ها یا همون عوامل سرطانزا ترکیب میشه و اثرات منفی اونها رو روی بدن کاهش میده. اما این تمام ماجرا نیست. فیبر، مخصوصا فیبر محلول، نقش مهمی توی پیشگیری از سرطان کلورکتال داره. این فیبر به عنوان یه پروبیوتیک عمل میکنه و باکتری های مفید روده رو تغذیه میکنه و تعادل سالمی از باکتری ها رو در سیستم گوارش حفظ میکنه. این امر سیستم ایمنی رو تقویت و التهاب رو کاهش میده و محیطی رو ایجاد میکنه که برای سلولهای سرطانی نامناسبه. یکی دیگه از ویژگی‌های جالب فیبر در رژیم غذایی اینه که به ثابت نگه داشتن قند خون کمک میکنه و از نوسانات قند جلوگیری میکنه. وقتی غلات پر از فیبر مصرف میکنید، بدنت زمان بیشتری برای هضم اونها نیاز داره و این باعث میشه گلوکوز به آرومی وارد جریان خون بشه. پس قند خون یهو بالا نمیره. این کار به ثابت نگه داشتن سطح قند خون کمک میکنه و از افزایش ناگهانی قند خون که میتونه به سلولهای سرطانی انرژی بده جلوگیری میکنه، چون سرطان به شدت به گلوکوز وابسته است. دکتر باربارا اونیل میگه این غلات بدون گلوتن هم هستن. حالا خود گلوتن سرطانزا نیست، ولی یه رژیم بدون گلوتن
میتونه به کاهش التهاب بدن تا حد زیادی کمک کنه، چرا که التهاب مداوم میتونه زمینه ساز بروز سرطان بشه. التهاب زیاد باعث مشکلات ژنتیکی مثل آسیب به DNA و اختلال در عملکرد سلول ها میشه. لوبیا، عدس و سویا سه نوع از حبوبات قلیایی هستند. دکتر اونیل توضیح میده که این سه نوع حبوبات بهترین گزینه ها برای ایجاد محیط قلیایی توی بدن هستند که برای خانم ها فوایدش بیشتره. علاوه بر خوشمزه بودن و امکان استفاده متنوع، این حبوبات پر از مواد مغذی و ترکیباتی هستند که به صورت فعال با سلول های سرطانی مبارزه میکنند. طبق گفته مؤسسه تحقیقات سرطان آمریکا، مصرف حبوباتی مثل عدس میتونه خطر ابتلا به سرطان رو کاهش بده. دلیل اثر بخشی اون حبوبات به ترکیبات خاصی برمیگرده که خواص ضد سرطانی دارن، مثل لوبیا که سرشار از ترکیبی به نام مهارکننده های پروتاز هستن که از تشکیل سلول های سرطانی مخصوصا در سرطان سینه و روده بزرگ جلوگیری میکنه. از طرف دیگه سویا خواص ضد سرطانی داره که ناشی از ترکیبات و مواد مغذی خاصیه، خصوصا ایزوفلاون ها که شبیه استروژن عمل میکنن و با اتصال به گیرنده های استروژن میتونن خطر سرطان های حساس به هورمون مثل سرطان سینه رو کاهش بدن. اگر خواستی سویا مصرف کنید، بهترین نوع سویا سویا تخمیری هست که حاوی ویتامین K2 هست و میتونه گرفتگی عروق شما رو از بین ببره. عدس هم خواص بی‌نظیری داره و سرشار از فولاد هست، ویتامین B که برای تقسیم سالم سلولی خیلی مهمه. کمبود فولاد با افزایش خطر بعضی از سرطان‌ها مثل سرطان روده و سینه مرتبطه. وقتی این سه نوع حبوبات رو با هم مصرف می‌کنیم، فیبر مورد نیاز بدنمون رو هم تأمین می‌کنیم که به ثابت نگه داشتن سطح قند خون کمک می‌کنه و مانع رشد سلول‌های سرطانی میشه. این حبوبات دارای ترکیبی هم به نام ساپونین که به رشد سلول‌های سرطانی آسیب می‌زنه و به عنوان یک سلاح قوی در مبارزه با سرطان عمل می‌کنه. قسمت جذاب اینجاست که مصرف حبوبات می‌تونه از سرطان سینه، سرطان پروستات، روده بزرگ و حتی سرطان ریه به روش‌های مختلف پیشگیری کنه. این حبوبات می‌تونن رشد و گسترش سلول‌های سرطانی رو متوقف کنن، باعث مرگ سلولی در سلول‌های سرطانی بشن، از حمله سلول‌های سرطانی به بافت‌های سالم جلوگیری کنن، قند خون رو تنظیم کنن، التهاب رو کم کنن و به کارسینوژن‌ها یا همون عوامل سرطانزا هر چیزی که هست متصل بشن و جلوی جذبشون به جریان خون رو بگیرن، چیزی که با 100 تا دوا و درمون هم به دست نمیارید، با همین مصرف حبوبات میتونید اون رو در بدنتون ایجاد کنید. اگر تا اینجا از ویدیو لذت بردید، لطفاً دکمه لایک رو بزنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتماً کانال رو دنبال کنید. بریم سراغ ادامه. لیمو سرشار از مواد معدنی قلیایی مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و آهنه. این مواد معدنی قلیایی هستند و لیمو مقدار زیادی از اینها رو داره. به عقیده دکتر اونیل هر خونه باید یه درخت لیمو داشته باشه، اونقدر که مهمه. دکتر اونیل میگه لیمو یکی از غذاهایی که بیشترین مقدار مواد معدنی قلیایی رو داره، مثل سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و آهن. تصور کنید بدنتون مثل یک ماشین پر از روغن داره کار میکنه و مواد معدنی قلیایی مثل چرخ‌دنده‌ای هستند که همه چیز رو خوب و روون نگه میدارن. این مواد معدنی نقش مهمی در حفظ تعادل pH بدن داره و محیطی رو ایجاد میکنه که برای رشد سلول‌های سرطانی نامساعده. نکته جالب اینه که لیمو حتی پتاسیم بیشتری نسبت به سیب یا انگور داره. پتاسیم برای حفظ فشار خون سالم و حمایت از سلامت قلب خیلی مهمه، ولی این تمام ماجرا نیست. پتاسیم در تنظیم قند خون هم نقش داره که میدونیم برای گرسنگی دادن به سلول‌های سرطانی از منبع اصلی سوختشون یعنی گلوکوز اهمیت داره. تولید انسولین که قند خون رو تنظیم می‌کنه هم تحت تاثیر مواد داخل لیمو قرار می‌گیره. منیزیم هم یکی دیگه از مواد مغذی لیمو باعث تنظیم استرس بدن میشه و چون استرس طولانی مدت سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه، با کنترلش بدن ما رو در برابر بیماری های مثل سرطان قوی تر میکنه. کلسیم توی لیمو هم فقط برای استخون ها نیست، بلکه جذب ویتامین دی رو هم افزایش میده که خودش با ریسک پایین تر سرطان ارتباط داره. حالا ویتامین دی چطور کار میکنه؟
این ویتامین رشد و تقسیم سلول ها رو کنترل میکنه، یعنی مطمئن میشه که سلول ها به شکل درست رشد میکنن، بالغ میشن و در زمان مناسب هم از بین میرن، هر زمانی که دیگه پیر شدن و دیگه کارایی توی بدن ندارن. اما در سرطان این روند به هم میریزه و رشد سلول ها بدون کنترل میشه، ولی ویتامین دی کمک میکنه این پروسه به شکل سالم ادامه پیدا کنه و احتمال سرطان هم کمتر بشه. قبل از ادامه صحبت ها به خودم اجازه میدم مثل یک دوست از شما بخوام که بنده رو حمایت کنید به هر شکلی که میتونید. لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید یا این ویدیو رو برای دیگران ارسال کنید. اگر هم از خارج کشور دارید ویدیوهای ما رو میبینید، خب دستتون بازتره برای سوپر تنکس زدن یا جوین شدن که پایین ویدیوها کنار همون دکمه لایک و سابسکرایب قرار داره. این کار کمک میکنه که انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر داشته باشم و اگر هم نخواستید حمایت کنید کاملا متوجه میشم. در صورت مرسی از همراهیتون، بریم سراغ ادامه صحبت ها. علاوه بر اینها لیمو منبع غنی از یک آنتی اکسیدان قویه به اسم لیمونین که توی پوستش و آبش یافت میشه و خاصیت های ضد سرطانی فوق العاده داره. تحقیقات نشون داده لیمونین میتونه از گسترش سلول های سرطانی جلوگیری کنه، باعث مرگ سلول های سرطانی بشه و حتی تأثیر درمان های رایج سرطان رو تقویت کنه. همین آنتی اکسیدان ها سلول ها رو از آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد هم محافظت میکنن و احتمال انواع سرطان مثل سرطان روده، سینه، ریه و معده رو کاهش میدن. حالا میرسیم به دکتر اونیل و توصیهش برای مصرف آجیل های قلیایی مثل بادام و آجیل برزیلی. این آجیل ها و تخمه ها با داشتن اثر قلیایی خودشون میتونن نقش موثری توی جلوگیری از سرطان ایفا کنن. آجیل ها علاوه بر طعم خوشمزه و خواص سیرکننده شون ترکیبی از مواد مغذی مثل چربی های سالم، فیبر و پروتئین دارن که کمک میکنه قند خون ثابت بمونه و مانع رشد سلول های سرطانی میشه. ولی این همه ماجرا نیست. آجیل ها سرشار از آنتی اکسیدان ها هستن که از سلول های بدن در برابر آسیب های رادیکال های آزاد محافظت میکنن. رادیکال های آزاد در نهایت موجب سرطان میشن. خیلی در موردشون داریم میگیم ها، حواستون باشه. این رادیکال های آزاد هم هر چیزی میتونه باشه، حتی توی هوای آلوده تهران. گردو به طور خاص یه آنتی اکسیدان به نام گاما توکوفرول داره که ارتباطش با کاهش خطر سرطان سینه اثبات شده. تحقیقات میگن مصرف روزانه حدود 30 گرم آجیل میتونه ریسک سرطان رو تا 15% کم کنه که مقدار زیادی محسوب میشه. آنتی اکسیدان های موجود توی آجیل مثل ویتامین ای و سلنیوم به محافظت از سلول ها در برابر آسیب رادیکال های آزاد کمک میکنن و مواد شیمیایی گیاهی مثل فلاونوئید ها و اسید های فنولیک هم اثرات ضد التهابی و ضد تکثیر سلولی دارن که باعث میشه سلول های سرطانی نتونن خیلی راحت رشد کنن و گسترش پیدا کنن. در ضمن اسیدهای چرب اومگا 3 که به وفور توی گردو هست نتایج امیدوار کننده ای در پیشگیری و مقابله با سرطان نشون داده. این اسیدها از طریق خاصیت ضد التهابی خودشون نقش مهمی در جلوگیری از سرطان دارن. کاهش رشد سلول های سرطانی و تشویق به مرگ سلولی با مواد غذایی خاصی که دکتر باربارا توصیه کرده امکان پذیره. یکی دیگه از مواد غذایی مهمی که برای مقابله با سرطان پیشنهاد شده سبزیجات برگ سبز هست که خاصیت قلیایی دارن. این سبزیجات مثل کلم پیچ، جعفری و برگهای کلم، اسفناج و انواع دیگه سبزیجات بهتره که هر روز مصرف بشن. این سبزی ها سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان هایی هستند که کمک میکنن حرکت روده منظم باشه و خطر یبوست و مشکلی به اسم دیورتیکولیت کاهش پیدا میکنه. این دوتا مشکل به افزایش خطر سرطان روده منجر میشن. اما این تنها خاصیت این سبزی ها نیست. سبزیجات برگ سبز آنتی اکسیدان هایی مثل ویتامین C، ویتامین E و بتا کاروتن دارن که سلول ها رو از آسیب رادیکال های آزاد محافظت میکنن و احتمال سرطان رو کاهش میدن. کلم پیچ به طور خاص ترکیباتی به نام گلوکوسینولات داره که برای رشد سلول‌های سرطانی مؤثر شناخته شده. یه حقیقت جالب دیگه اینه که کلمپیش حاوی فلاونوئیدیه به نام کامفرول که با کاهش خطر سرطان و بیماری‌های مزمن دیگه ارتباط داره. جعفری هم یکی از اون سبزی‌های مفیدیه که ارزشش
خیلی بیشتر از یه تزیین ساده کنار بشقابه. این سبزی سرشار از ترکیبی به نام آپیجنین که خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی قوی داره و حتی ترکیبی به نام میریسین داره که خاصیت ضد سرطانیش اثبات شده. برگ کلم هم پر از آنتی اکسیدان هایی هست مثل کورستین و بتاکاروتن که از سلول ها در برابر آسیب محافظت کرده و التهاب رو کاهش میدن. و ترکیب گلوکارافنین در این سبزی به فرایندهای سمزدایی بدن کمک میکنه و کارسینوژن ها رو از بدن خارج میکنه. در نهایت اسفناج هم یه گزینه عالیه. این سبزی منبع خوبی از اسید آلفا لیپوئیک که خاصیت ضد التهابی داره و رشد سلول های سرطانی رو مهار میکنه و اسفناج سرشار از فولاته که برای تقسیم سالم سلولی ضروریه، همون چیزی که توی سرطان از بین رفته. حالا که با این 5 غذای ضد سرطان آشنا شدین، اونا رو توی برنامه غذاییتون قرار بدید. اگر مشکل سلامتی خاصی دارید یا دارو مصرف میکنید، حتما قبل از اینکه بخواید مصرف زیادی از این غذاها رو داشته باشید با پزشکتون مشورت کنید. فراموش نکنید که این ویدیو رو لایک کنید، کانال من رو هم سابسکرایب کنید تا از نکات سلامتی بیشتری بهره مند بشید. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.